وقتی که صحبت از سرنوشت میشه، این تنها انسان‌ها نیستند که متاثر میشن. این میتوان در دنیای وحش هم اتفاق بیفته. در این ویدیو 4 صحنه تقابل حیوانات که بسیار جالب هم هست برای شما آماده کردیم و امیدواریم که از تماشای این ویدیو لذت ببرید. دوستان اگر شبکه ما را سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم بزنید. معمولاً در باغ وحش حیوانات یا با گونه های خود نگهداری می شوند یا حداقل با مواردی که بتوانند با هم کنار بیایند. اما در اینجا یک راکون موفق شده است به صورت پنهانی به محفظه شامپانزه ها رفته و راکون قبل از آن که چیزی به دست آورد، شامپانزه ها متوجه وجود راکون می شوند و ظاهراً شامپانزه ها با پیدا کردن یک دوز در قلمروشان احساس خوبی ندارند، بنابراین تصمیم می گیرند به او درس خوبی دهند. همینطور که میبینید راکون در یک بوته پنهان شده است، اما شامپانزه ها برای بیرون کشیدن او هیچ ترس و واهمه ای ندارند و نشان دادند که چه کسی در اینجا مسئول است و مطمئنن شامپانزه ها در این صحنه برنده هستند به دلیل اینکه اینجا قلمروی آنها هست. بعد اینکه راکون گرفتار میشد، مورد اصابت قرار میگیرد و پرواز خوبی هم به او داده میشد، اما او با کمال تعجب هنوز زنده است و آن طرف هم گرفتار شامپانزه دیگری می شود. راکون نهایتاً موفق به فرار می شود، ولی او بعد از این تجربه هرگز این اشتباه را تکرار نخواهد کرد و او قبل انجام دادن اینجور کارها چند بار فکر خواهد کرد. اگر تا حالا یک تجربه ناخواسته از برق گرفتگی داشته باشید، شما هم میفهمید که این یک تجربه بسیار تلخ است و به هیچ وجه نمیخواهی این تجربه تکرار شود. مثلا در حین پرید از روی یک فنس سیمی که بی خطر هم معلوم میشود که چراگاه حیوانات را جدا کرده، تو سریعا پی میبری که این فنس سیمی یک وسیله شکنجه در خفا است. اگر هرگز تا حالا هیچ تجربه از برق گرفتگی نداشتید، اصلا این را هم امتحان نکنید. این چیزی هست که هرگز فراموش نخواهد شد. مثل این بوز بیچاره که در علفزار داشته از علف خوردن لذت می برده که ناگهان با یک سیم برق که به نظر بی خطر می رسید روبرو شد و اینطور ترسید. در دنیای وحش شکار شدن و شکار کردن یک امر معمولی است و خیلی از حیوانات چند روز بدون خوردن هیچ غذایی را سپری میکنند. وقتی آنها یک فرصت شکار پیدا میکنند، بدون هیچ درنگی سریع از آن استفاده میکنند. در این صحنه ما میبینیم که شیرها در اینجا دنبال شکار میگردند که خود و بچه های خود را سیر کنند. خب بالاخره هرچی هست، این شیر ظاهراً یک گراز را شکار کرده، ولی این بیچاره از همه چی بیخبر که ناگهان گراز دیگری از راه میرسه و شیر را به طرف آسمان پرتاب میکنه. خب بالاخره در دنیای وحش یا شکار میکنی یا شکار میشی. یک گراز وحشی دیگر که سعی دارد کنار این کلگردن غذا بخوره و واقعاً این یک تقابل غیر منصفانه است و همینطور که میبینید این گراز وحشی از همه چی بیخبر و بدون هیچ کار اشتباهی با این برخورد بیرحمانه روبرو میشه. ولی کلگردن هم فکر میکرد که گراز قصد خوردن غذای او را داشته و به همین خاطر او این چنین به گراز حمله میکند. ولی حیوانات قابل سردنش نیستند. دنیای وحش مثل یک رقابت است. اگر نخوری خورده خواهی شد. مثل انسانها نیستند که برای خریدن و خوردن چیزی با یک خرید ساده حل شود. الان وقت صحبت درباره عکسی که در تصویر میبینید. من مطمئن نیستم که این دو حیوان بتوانند با هم ملاقاتی داشته باشند، ولی بدون شک در این عکس ببر دست بالاتر از تمساح دارد و ظاهرا تمساح مریض هست یا قبلا مرده است.
و ببر هم خیلی سرسخت معلوم میشه و شاید هم قبلا با هم زده خوردی داشتن و ببر هم میخواد حسابهای قبلی رو تصفیه کنه و همینطور این ببر گرسنه هم به نظر میاد، یا اینکه اون نگران هست که شاید حیوان درنده دیگر این تمساح رو شکار کنه. ببر نمیخواد این شانس رو از دست بده. به نظر من این ارزش این رو نداره که زندگی خودش رو به خطر بندازه. در این باره شما چه فکر میکنید؟ لطفا نظرات خود را کامنت کنید.